خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همراهان خوب برنامه دریچه دانایی، شاگردای خوب صنف هفتم، سلام. روزتان بخیر، امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و روزگارتان به خوبی و خوشی در پناه خدای بزرگ سپری شود. با یک فعالیت و یک تجربه علمی دیگه مهمان خانه های شما هستم. امیدوار هستم که از فعالیت و تجربه امروز ما هم خوشتان بیاید. خب شاگردای خوب، به یاد دارید که در مبحث بیولوژی یک فرایند بسیار مهم بیولوژیکی وجود داره به نام تنفس حجروی و یک فرایندی که به موازات از او در بدن موجودات زنده مخصوصا نباتات در حال انجام هست و بسیار حیاتی و مهم است به نام ترکیب زیایی. امروز این دو مورد ما و شما مورد تجربه و آزمایش قرار میدیم. خب شاگردای خوب، ابتدا میریم به سراغ ترکیب زیایی و فتوسنتز. آیا شما به یاد دارید که ترکیب زیایی چگونه در نباتات انجام میشد؟ آفرین به او شاگردای خوبی که گفتن ما ترکیب زیایی یا فتوسنتز را در یک کلمه غذاسازی نباتات میخوانیم. خب حالا ما در این تجربه برای شما نشان میدم تا ایشالله یاد بگیرید و بعد از این برنامه خود شما هم برید و در خانه های خودتون این تجربه را انجام بدین، چرا که یک وسایل بسیار ساده مورد نیاز هست. خب شما میتونید از نباتاتی من جمله نخود، لوبیا، ماش، عدس، هر کدامی که در دسترس شما بود انتخاب کنید. ابتدا یک ظرف یا یک بشقابی را ما ضرورت داریم، یک پارچه یا یک کاغذی را نیز اینجا ما ضرورت داریم و مقداری از نبات. حالا ما برای شما دانه لوبیا را انتخاب کردیم. خب این نباتات خودمان را میشوریم و بر روی دو عدد بشقاب، یعنی میخواییم در دو شرایط مجزا این کار را انجام بدیم. در داخل یک ظرف مقداری یک دستمال یا یک پارچه ای را مرتوب میکنیم، اینجا میذاریم و یک مشت از همون نباتی را که دوست دارید بر روی او قرار میدیم و این را از اطرافش جمع میکنیم و به داخل یک گلاس دیگه این را میگذاریم. فقط توجه داشته باشید و دقت کنید که این نباید اونقدر آب زیاد داشته باشه که به زیر لیوان پر از آب شوه، چون آب خیلی زیاد هم باعث فاسد شدن و خرابی ریشه های همین گیاهی قرار در آینده ریشه بده میشه. پس ما نه ایره خشک نگه داریم و نه آب خیلی زیاد. در داخل یک لیوان دیگه یا یک گلاس شیشه‌ای دیگه باز هم مجددا از همین نبات خودمان در داخل یک پارچه میگذاریم و این دوره در دو شرایط کاملا متفاوت نگهداری میکنیم. این فعالیت ما و شما نیازمندی یک چند روز زمان داره، به کار داره. این دو موردی که من برای شما توضیح دادم، مقداری از اون نباتی که حالا ما لوبیا را انتخاب کردیم در داخل این پارچه گذاشتیم و این پارچه را مرطوب میکنیم. این احتیاج به یک جای خنک داره، مثل زیر زمین یا اگر یخچال دارید در داخل یخچال قرار بدیم و هر روز یک کم آب از بالایش اسپری کنید یا با دستتان بریزید، طوری که این پایین دیگه آبی جمع نشوه که این آب آلوده شوه و گیاه ما و شما خوب رشد نکنه. خب و به همین شکل یک گلاس دیگه ای را هم تهیه میکنیم، ای را میبریم در یک جایی میذاریم که به این نور دسترسی داشته باشه. یعنی این یکی تمام شرایط داره، رطوبت و آب و او نبات اولیه، فقط ما نور نداریم
چون در داخل یک جایی مثل یخچال یا در زیر زمین یک جایی هست که نور خورشید به اون نمیرسه. اما این گلاس ما و شما قراره در پشت پنجره ها یا کلکلن های خانه باشه، جایی که نور خورشید به این میرسه. خب این ما و شما میگذاریم و به او هر روز مقدار آب میریزیم و منتظر میباشیم تا ببینیم چه تغییراتی در این اتفاق میفته. این یکی را هیچ باز نکنین، با همین جور بسته باشه تا بعد از 3 الی 4 روز. حالا ایره اگر نگاه هم کردین اشکالی نداره. حالا ما و شما ایره قبلا قرار دادم و این 4 روز طی شده. حالا میخواییم ببینیم که تاثیر نور آفتاب در فتوسنتز یا ترکیب زیایی چی هست. حالا شما ایره با دقت نگاه کنین ببینین که در داخل این پارچه ها این لوبیای ما و شما چگونه رشد کرده. خب این لوبیا را پارچه ایش هم باز میکنم. خب شاگردای خوب دقت کنید، میبینید این هم رشد داشته، این هم تکثر حجروی داشته، یعنی یک سری جوانه هایی از داخل بعضی از این لوبیاها خارج شده، پوسته لوبیا جدا شده، چرا که این برای همین رشد ابتدایی ریشه نداره، از همو غذای موجود در داخل خود لوبیاها از لپه خود از او استفاده کرده. خب لوبیا یک گیاه دو مشیمه است، این رشدش در یک زمان مساوی اما در شرایط دور از نور خورشید بوده. حالا ببینیم که این نبات دیگه ای ما و شما چگونه رشد کرده. این دیگه خود شما به خوبی میبینین که به به این نبات ما و شما چقدر قشنگ در همون زمان شما خوب ببینین ریشه داده، ساقه داره و برگش هم ببینین. یاد شما هست که گفتیم گیاهان دولپه وقتی که رشد میکنه این برگش دوتا میشه، همین لپه از یا مشیمش از وسط دو نیم میشه و برگش از مابین اینها رشد میکنه. این گیاهان دولپه ما و شما هستن. در همین گیاه خیلی چیزا از درسهای گذشته رو ما و شما مرور میکنیم. ریشه ها رو ببینین، ما گفتیم که گیاهان دو مشیمه یا گیاهان دو لپه یک ریشه راست دارن که این ریشه راست ضخیم‌تر از سایر ریشه های و یک زایده ها یا ریشه های فرعی داره. این ریشه اصلی این ریشه های فرعی هست. این نبات ما و شما بنابر این مشخصاتی که خواندیم ما میفهمیم این یک نبات دو مشیمه است. اما سرعت رشد این دو نبات با یکدیگر مقایسه کنین، ببینین این چقدر قشنگ در سمت راست رشد کرده، جوانه داده، برگ داده و حالا یکی دو روز دیگه هم ما انشالله ای را در شرایط مناسب در محلی که نور خورشید به زمین میرسه قرار بدیم، میبینیم که این برگا چقدر قشنگ از داخل لوبیاها بیرون میشه. اما این نبات ما و شما نور خورشید به این نرسیده، این هم رشد داشته اما نه این رشدی را که ما و شما میبینیم. خب شاگردای خوب، حالا شما دیدین که این دو نبات چقدر قشنگ رشد داشته اما رشد این سمت راست بهتر از یکی دیگه بوده. خب ما این نبات خودمون را همینجی میذاریم، با شما شاگردای خوب میریم و اما وقتی برگشتیم یک فعالیت دیگه ای را برای شما میگیم که همزمان با این فعالیت در نباتات اتفاق میفته، چرا که بسیاری از مردم ما میگن نباتات تنفس نمیکنه. اونها تصور میکنه که ما انسان ها اکسیژن میگیریم، کربن دای اکساید پس میدیم، اما نباتات کربن دای اکساید میگیرن، اکسیژن پس میدن، در صورتی که در فعالیت بعدی ما و شما میبینیم که اون نباتات هم تنفس داره. باز با یکدیگر همراه میشیم. خب شاگردای خوب، در این فعالیت یا در این تجربه ما و شما میخواییم تنفس حجروی را تجربه کنیم. شما به خاطر دارید که تنفس حجروی در واقع به معنای آزاد کردن انرژی موجود در گلوکوز بود و ما یکی از رایج‌ترین یا در دسترس فراوان‌ترین قندی که در روزمره استفاده می‌کنیم قند شکر یا بوره یا قند سفید است. خب در این آزمایش ما ضرورت داریم به مقداری بوره یا شکر و یک مقدار از مایع خمیر.
خب شاید تا به امروز فکر نکردین یا گمان نمی کردید که این مایه خمیر یک موجود زنده باشه. حالا امروز در این فعالیت می بینین که اینا هم موجودات زنده هسته. و یک چیز خوبی دیگر هم یاد می گیرین که زمانی که مایه خمیر مادر شما از بیرون تهیه می کند چگونه ما او را تست کنیم که بفهمیم همین مایه خمیر زنده است یا دیر مانده و دیگه به درد نمی خوره. خب مایه خمیر همین جور نیاز است. یک قدر قاشق برای برداشتن بوره و مایه خمیر، یک لیوان شیشه‌ای یا یک گلاسی که ما قراره در داخل از این فعالیت خود انجام بدیم، مقدار آب گرم ضرورت داریم و یک عدد بشقاب یا یک ظرف شیشه‌ای یا یک درپوش هست. خب شاگردای خوب، همین آبی که ما در این فعالیت ضرورت داریم نه خیلی باید داغ باشه و نه خیلی سرد باشه، چون اگر خیلی سرد باشه این مایع خمیر ما که نوعی فنجی هست فعال نمیشه و فعالیت خود انجام نمیده. اگر سرد باشه، اگر خیلی داغ باشه هم اینها میمیرن. پس مقداری آب جوشه به داخل یک گلاس دیگه میریزیم و برای از این که بفهمیم که دمای این آب یا مناسب هست یا نیست، از همون کاری که مادرها و مادرکلانهای ما و شما انجام میده استفاده میکنین. انگشت کوچک خود به داخل آب بزنین، دست شما نباید بسوزه. اگر میبینین که یک چند دقیقه نگه میدارید دست شما میسوزه، یک چند قطره آب سرد به داخلش بریزید. حالا آب دمایش مناسب شد، از مایع خمیر ما و شما چون بسیار عجله داریم زودتر جواب بده، یکم بیشتر مایع خمیر میریزیم و بوره را هم به عنوان گلوکوز، منبع گلوکوز یا ماده غذایی به داخل از این مخمرها یا فنجی های خودمان میریزیم. خب این را شور میدیم تا این شکر براحتی در همه جای این فعالیت ما پخش شود. در پوش شیشه خود ما رو هم به روی این میگذاریم تا هوایی به داخل این ظرف شیشه ما نرود. خب شاگردای خوب، تا انشالله ببینیم که چه اتفاق اینجا میفته، ما برای شما در رابطه با انواع تنفس حجروی در تدریسای خودمان مفصل گفتیم. ما دو نوع تنفس حجروی داریم، یکی در زمانی بود که اکسیژن به مقدار کافی بود و یکی در زمانی بود که اکسیژن کمبود داریم، یعنی اکسیژن به مقدار کافی وجود نداره. خب شما اگه در درس‌های گذشته به خاطر داشته باشید، جایی که اکسیژن زیاد باشه انرژی زیادی هم تولید میشه و جایی که اکسیژن کم باشه همین فرایند تنفس حجروی ناقص انجام میشه. خب این فنجی و یا مایع خمیر ما و شما که حالا داره از او بوره و شکر ما استفاده میکنه و به کمک مقدار اکسیژنی که فعلا در داخل آب وجود داره تنفس میکنه و انرژی او را مصرف میکنه، اما چون این اکسیژن کمه و ما در پوشی را بر روی ظرف گذاشتیم تا اکسیژن موجود در هوا وارد نشوه، این آهسته آهسته تنفس بی هوازی را به پیش میگیره و کربن دای اکساید تولید میشه. خب این آهسته آهسته زمان میبره تا این در واقع مایع خمیر ما که فنجی هست فعالیت بیولوژیکی خودش آغاز بکنه. خب حالا شاگردای خوب، ما و شما در این فاصله به گیاهان یا به نباتات دومشیمه خودمان برمیگردیم. اگر ما و شما یک آزمایش یا یک فعالیت علمی تر بخوایم انجام بدیم، بهتر است که از دو نبات متفاوت استفاده کنیم. یعنی اگر در داخل یک تکه یا پارچه ما نبات دو مشیمه را قرار دادیم، در داخل این تکه پارچه دیگه نبات تک مشیمه. میتونید چند تا نبات تک مشیمه را مثال بزنید؟ آفرین به اون شاگردای خوبی که گفتن مانند گندم، مانند جو و جواری، اینا نباتات تک مشیمه هست که ما اینا را در بروی یک تکه پارچه مرطوب میگذاریم و اطراف ای را جمع میکنیم و در داخل یک گلاسی میگذاریم و او را در یک محیط سرد و خنک میتونیم قرار بدیم. حتی شما از هر کدام از اینا میتونید دو نمونه هم تهیه کنید که ببینید
تأثیر آفتاب در رشد نباتات تک مشیمه و در نباتات دو مشیمه با یکدیگر چه تفاوتی داره؟ غیر از او همین روند رویش یا همین مراحلی را که یک گیاه ما و شما رشد میکنه تفاوتها را لحظه به لحظه یا مرحله به مرحله میبینین که اینها ساقه هایی از اینا خمیدن. این خمیدگی را حالا شما اینجا بسیار واضح و قشنگ میبینین که نبات که رشد کرد ساقه او که سبز شد سرش به سمت پایین خمیده یه. ولی نباتات تک مشیمه مستقیم و صاف هست و سر خمیده نداره. و تفاوت دیگه در این برگ هست که نباتات دو مشیمه دو برگ داره و نباتات تک مشیمه در همون ابتدای رشد خودشان گیاهان اینها برگای اینا صاف و مستقیم هست و تعدادشان هم یک دانه است، حالت غلاف است، همین دور ساقه را پوشانده. خب نوع ریشه های اینا هم به راحتی قابل تشخیص میشه. این نباتات دو مشیمه هست که میبینین که هم ریشه اصلی داره و هم ریشه فرعی، و اگر ما نبات یک مشیمه داشته باشیم میبینیم که همه این نباتات نباتات یک مشیمه ریشه افشان یا ریشه پاشانه داره. خب طول عمر اینا با یکدیگر متفاوته. نباتات تک مشیمه عمر کوتاه‌تری داره نسبت به نباتات دو مشیمه. خب یک جایی بسیار خوب و مناسب هست که من به شما در رابطه با ارزش همین جوانه ها صحبت کنم که این جوانه ها ارزش غذایی بسیار بالایی داره. یعنی مادرایی که اطفال اونا با سوی تغذیه روبرو هست بهتر جوانه نباتات تهیه کنه. این جوانه ها طعم شیرین تری را هم دارن و این برای بچه ها یا اطفال خودشون به عنوان غذا ماموده غذایی مانند سمنو یا سمینک که جوانه ها هست استفاده کنن. خب شاگردای خوب دقت کنید، در این گلاس شیشه‌ای ما و شما یک حباب‌های کوچکی را می‌بینید که از قسمت پایین به سمت بالا حرکت می‌کنه. این حباب‌ها همون کربن دی اکساید ها هستند. اگه خوب دقت کنید می‌بینید یک لایه جدیدی بر روی از این محلول ما و شما در حال تشکیله که یک لایه کفالود همراه با حبابه. این لایه هر چه زمان ما بیبدیم این بیشتر میشه، چرا که فعالیت یا همی تنفس حجروی که این فنجی‌ها یا مایع خمیر ما و شما در این قسمت پایین داره انجام میده تا زمانی که اونها بوره ها را استفاده میکنه کربن دی اکساید ها تولید میشه، چون سبک هسته میاد به سطح این محلول ما و شما و در اینجا تجمع پیدا میکنه و به سمت بالا حرکت میکنه. همزمان با حرکت اینها به سمت بالا ما قطرات حباب آب را هم در این بالا میبینیم که انشالله در یک فعالیت دیگه باز مفصلا در این مورد صحبت میکنیم که اینجا دیگه چه اتفاق علمی رخ داده. از همین کنار همین گیلاس همال دیده میشه که حباب های کلانی در وسط یا در قسمت مرکزی ظرف ما و شما داره شکل میگیره. پس این نشان میده که همچنان تنفس حجروی مایع خمیر در حال ادامه هست و ما و شما سب میکنیم تا ببینیم که چه اتفاق میفته. خب شاگردای خوب یادتون که هست دیگه ما این شرایط بیولوژیکی را برای از این مایع خمیر یا فنجی مورد نظر آماده کردیم. مقدار بوره هم به عنوان ماده غذایی که رایج‌ترین و فراوان‌ترین منبع گلوکوز است در اختیارش قرار دادیم، چرا که در یک محیط باید نسبتاً گرم می بود، چرا داخل بدن دمای متعادل مورد نیاز هست که این دما را هم به کمک آب نه زیاد سرد و نه زیاد گرم ما و شما برش ایجاد کردیم. مایع خمیر را داخل ظرف ریختیم، بوره یا شکر هم همچنین قرار دادیم و یک در پشت شیشه ای هم برای از او گذاشتیم تا اکسیژن هوا وارد ای تجربه نشوه، چرا که ما و شما میخواییم نشان بدیم که زمانی که تنفس ما و شما تنفس بی هوازی باشه، یعنی اکسیژن کافی وجود نداشته باشه، چه اتفاقی میفته. خب در جریان درس گفته بودیم که در تنفس بی هوازی کربن دی اکساید تولید میشه که شما مرحله به مرحله با ما پیش آمدید و حالا به طور بسیار واضح این حباب های هوا را در یک لایه ای که بر روی محلول ما و شما قرار داره به خوبی میتونید این را ببینید. خب ما در پشت برمی دارم و شما
بخارات آبی را که در پوش قرار گرفته میبینین که این حاصل از فعالیت بیولوژیکی یا تنفس حجروی ما در داخل ظرف ما هست. و حالا شما بسیار واضح میبینین که این کفایی را که به سطح محلول ما و شما قرار گرفته کاملا کف هست و حبابای هوا، اما این دیگه اکسیژن نیست بلکه این کربن دای اکساید هست، به طوری که ما میتونیم این حبابها را به یک گوشه جمع کنیم و اونها را به خوبی ببینیم. هرچقدر ما به این مای خمیر خودمون زمان بدیم، ارتفاع این حبابها بیشتر و بیشتر میشه و تولید کربن دای اکساید هم در اینجی افزایش پیدا میکنه. خب ما یک وعده ای را شاگردای خوب به شما داده بودم که با این کار شما یک تست را یاد میگیرید که مای خمیری را که مادر شما از بازار تهیه میکنه تست کنیم که آیا این تازه هست یا دیر مانده. اگر این مای خمیر ما و شما دیر مانده باشه یا به عبارت حیات خودش این فنجی ها از دست داده باشه، هر چقدر که ما و شما زمان بدیم هیچ گونه کفی یا کربن دای اکسایدی در این قسمت های بالای ظرف مشاهده نمیشه. پس قبل از اینکه ما از این مایع خمیر برای تهیه خمیر نان یا حتی شیرینی ها استفاده کنیم، بهتره که این مایع خمیر مستقیم به داخل آرد یا همون مواد خودمون قرار ندیم. ابتدا داخل یک گلاس به همراه یک کم شکر، بوره یا آب گرم بگذاریم، تست کنیم که ببینیم آیا این زنده هست یا نیست. خب شاگردای خوب، امیدوار هستم که بررسی ترکیب زیایی فتوسنتز و تنفس حجروی را به خوبی دیده باشید، یاد گرفته باشید و خوشتان آمده باشه. این یک فعالیت بسیار ساده هست که از وسایلی ساده ای هم درست شده. ایره باز شما به خودتان در خانه ها و منازلتان انجام بدین و از انجام دادنش لذت ببرید. انشالله که شما، هر کدام شما در آینده یک دانشمند، یک بیولوژیدان یا یک کیمیادان خوب و قهاری شوید. همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما.